در آمریکا پروژه تحقیقاتی بزرگ دمانس و آلزایمر به تازگی با ثبت نام داوطلبان سالم بالای 60 سال آغاز شده است. هدف این مرحله از تحقیق شناسایی نشانه‌های زودرس زوال ذهن و هدف نهایی پیشگیری و درمان بیماری است. گزارشی از دبورا بلک، خبرنگار صدای آمریکا. تقریباً خانواده‌ای در آمریکا نیست که با رنج بیماری یا پرستاری از بیمار مبتلا به آلزایمر آشنا نباشد. ایوی سیگال پدرش و سردرگمی و ناتوانی دردناک او را در انجام ساده‌ترین کارهای روزانه به خاطر می‌آورد و دخترش جسیکا آن خاطرات را انگیزه تحقیق دنبال راهی برای پایان دادن به این رنج می‌داند. ما داوطلبانی را ثبت نام می‌کنیم که در حال حاضر سالم هستند و نشانه ای از اختلال حافظه و نقص عملکرد ذهن ندارند. آسیب مغزی در بیماری آلزایمر به دلیل تجمع پروتئین آمیلوئید و از بین بردن سلول‌ها و پایانه‌های عصبی مغز اتفاق می‌افتد. و در حال حاضر وقتی بیماری در حدود دهه هفتم عمر تشخیص داده می‌شود، سال‌ها از شروع تجمع آمیلوئید و فرایند تخریبی مغز گذشته است. بنابراین ما گروهی را انتخاب کردیم که هنوز سالمند و ما می توانیم در مقطعی که تغییرات آغاز می شود ببینیم چه اتفاقی می افتد. اطلاعات دانشمندان درباره نشانه های ابتدایی یا زودرس بیماری ناکافی است، اما می دانند که عوامل ارثی ریسک ابتلا به بیماری را افزایش می دهد. سن اصلی ترین ریسک فاکتور یا عامل خطر است. عوامل ارثی مثل ژن آپوئی 4 در رتبه بعدی قرار دارد. تا به حال 70,000 نفر داوطلب شرکت در این مطالعه شدند، اما پژوهشگران می گویند هنوز به بیش از 100,000 نفر دیگر نیاز دارند.